I knew him. I wasn't that you say the guy to be a guy here. خانه چند روز پیش وقتی عکس‌های آقای دکتر فرهاد بیسمی رو دیدم، پس از اعتصاب غذای طولانی که داشته و کمپینی که همه جانبه برای رسوندن صداش به راه انداخته بودم، خیلی دلگیر شدم، خیلی ناراحت شدم، چون دقیقا شبیه شرایط امروز خالده. امیدوارم که آقای دکتر تندرست باشن و به زودی زود از بند رها پیدا کنن و آزاد بشن. آقای دکتر سر پا بودن ولی خالد سر پا نمیتونه بیسته، از ویلچر استفاده میکنه، از سوند استفاده میکنه. خالدی که نزدیک به 130 کیلو وزن داشت، ورزشکار، قهرمان ملی، بدنساز، و اکنون نزدیک به 60 کیلو شده و از ابتدای ورودش به زندان مرکزی اهواز به بهداری زندان انتقال داده شد و با کلکسیونی از بیماری ها، 84 روز اعتصاب غذا و هر روز تزریق سرم و آمپول و اینکه دیگه نمیتونه غذا بخوره چون بالا میاره. ولی من اجازه گرفتن عکس از خالد رو نداشتم، اما صداش رو رسوندم. شاید منم اگه میتونستم عکسی از خالد بگیرم این گونه نمیشد. اگر خالد عاشق فرهنگ و تمدن ایران نبود، اگر عاشق مردم نبود، اگر عاشق شاهنامه فردوسی نبود، به حکومت قانون و مشروطه نمی‌اندیشید، صداش می‌شدم. چند وقت پیش چشماش رو دوخته بود. باورم نمی‌شد تا وقتی که رفتم زندان و از نزدیک دیدم. خیلی وحشتناک بود، مخصوصاً وقتی که داشتم بخیه‌های چشمش رو می‌کشیدم و فریادهایی که خالد میزد و گریه‌ای که من بی صدا میکردم. اینا رو گفتم شاید صدای خالدم به گوش کسایی برسی که سمتی داشته باشن و بتونن برای خالد کاری کنن تا دیر نشده. 10 روزه که خالد کفن پوشیده. به اعتراض این که پرسنل بهداری زندان مرکزی اهواز باهاش لج کردن و سرم و آمپول تزریق نمی کنن.